دوستان متاسفانه اخیرا درگیر مشکلات زندگی شدم، نتونستم ویدیو بدم. یعنی میخوای بذاری ماتریکس شکستت بده؟ نه مهدی، اخیرا احساس رمانتیکی بودن بهم دست داده، بیا اینجا. او شما هم هستید. سلام، من صاحب جدید این اکانت یوتیوبی هستم و اومدم اینجا تا شما رو از ماتریکس آزاد کنم. راستش بگو، واقعا میخوای مثل بقیه لوزرای ایرانی شغلای عادی و روزمره انجام بدی؟ جی ببین، وقتی همه ما میتونیم میلیاردر شیم، چرا خودتو تسلیم ماتریکس میکنی؟ نو هیچ وقت تسلیم نشد و من نمیذارم تو هم بشی. پیشنهاد میکنم برای درک کامل قضیه پارت قبل رو هم ببینی که مگری تیت ادامش میده. اگه یادتون باشه تو ویدیو قبلی گفتیم که این چه خارکسته‌ایه. تو تاریخ 27 اپریل سال پیش متهم به قاچاق انسان شد که اخیراً پلیس به خونش حمله کرد و دستگیرش کرده و تیت گفته ماتریکس به من حمله کرده. تیت خودش رو به عنوان یه پلی بوی سیگاری معرفی کرد که باعث شد یکی از تحسین کننده هاش بهش لقب سلطان مردانگی سمی بده. فعالیت های نامطلوب تیت مانع از ایجاد پیوند با ستاره های راست ترامپ نشد. در سال 2019 تیت در اطراف واشنگتن دی سی با فعالان آنلاین برجسته ترامپ و نظریه پردازان توته جمع شد. او با جک پوزبیک، مفسر اخبار کابلی راست افراطی، و پول جوزف واتسون، مجری برنامه اینفوورز، یک وعده غذایی را به اشتراک گذاشت و چند بار در برنامه اینفوورز ظاهر شد. ویدیویی از این حمله نشان می‌دهد که افسر پلیس مسلح به تفنگ در میان خودروهای اسپورت تیت می‌چرخند و در پیش زمینه نشان وار نئونی تیت روی دیوار قرار دارد. ویدیو دیگری نشان می‌دهد که تیت و برادرانش قبل از اینکه از خانه‌هایشان رانده شوند توسط افسر پلیس به داخل ونها رانده می‌شوند. یک روزنامه رومانیایی گزارش داد که این یورش به دلیل گزارش‌های مبتنی بر اساس یک زن آمریکایی در خانه تیت آغاز شد. بر اساس این گزارش پلیس در جریان این حمله هر دو زن آمریکایی رومانیایی را در ساختمان پیدا کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای در مورد حمله به دیلی بیست به گزارش روبوده شدن یک شهروند آمریکایی اشاره کرد، اما از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد. تیت گفت هیچ دختری در خانه من پیدا نشد و کسی دستگیر نشده. به نظر می‌رسد اندرو تیت در تصویری در اینستاگرام به این حمله می‌پردازد که نشان می‌دهد او در حال کشیدن سیگار در یک اتاق بازجویی صحنه‌سازی شده. تیت در توضیح اضافه کرد افسر، فکر می‌کنم همه می‌توانیم موافق باشیم که عوضی‌ها دروغ گفتن را دوست دارند. یورش به ویلای تیت اولین بار نیست که منوسفیر یک اصطلاح چتریه که تعدادی از جوامع زنستیز به هم پیوسته اشاره داره. جامعه آنلاین مرد راست افراطی که تیت با آن تعلق دارد با فعالیت‌های جنایی جدی مرتبط می‌شود. در ماه دسامبر یک شخصیت برجسته مانوسفر در دنور 5 نفر را کشت، سپس توسط یک افسر پلیس به ضرب گلوله کشته شد. خب این دلغک قرار بود که زمان آبخوریش بیشتر شده باشه، اما دیروز آزاد شد و ایرانی عزیز رو میبینیم که خیلی خوشحالن که آزاد شده. اونایی رو دیده بودید که میرفتن به خاطر اندرو تیت خودشونو کچل میکردن؟ خب اگر جزء اون دسته هستید براتون خبر بد دارم. کچل بودنش دلیل جذاب بودنش نبود و نیست. دلیل اصلش اینه که موهاش داره میریزه و من واقعا متاسفم به خاطر همچین خبری و دردتون رو درک میکنم. رنگ موهات چه رنگیه؟ مادر جنده پکیج فروشی که میخواید بدبختایی که دنبال آیندن رو میلیاردر کنید. چرا خودتون پکیج فروش شدید؟ چرا خود حرومزادتون میلیاردر نیستید؟ ببینید، اثبات شده که نسل جدید ما به دنبال پیدا کردن یه راه درسته و همچین طرز فکری واقعا شیرین و پاکه. ولی همیشه این آشغالای رادیواکتیوی هستن که بخوام مثل انگل پاکیتون ازتون بمکن. و مهم نیست چی، هر اتفاقی افتاد مواظب باشید به کی اعتماد میکنید. هر سال همیشه با یه موجی از این انگلا شروع میشه. حالا یا پول دیجیتال مثل ملکه بیتا، دارم تنامیز حرف میزنم، میدونم بیت آروم باشه، این کسشران دیگه که خدا رو شکر هیچ وقت نرفتم سمتش، که حالا میتونه آموزش زندگی کردن از کچلک تنوری باشه. این دفعه توجه و پول دوتا قدرت غیر قابل جایگزینن که به عنوان مثال این حرومزاده اخیرا مدعی بود سرطان ریه گرفته که اگه بگیره خب خیلی چیز غیر منتظره ای نیست. وقتی روزی 100 گرم برگ میسوزونه تو ریهش، میخواد بعد دو قدم پیاده روی نفس نزنه؟ ولی خب در صورت خبرش فیک درمون باطر چیه؟ دقیقاً توجه. حالا به غیر خود طرف، اون ایرانی حرومزاده که میرن ویدیوهاش از اینجا دانلود میکنن به اسم راز میلیاردر شدن به شما میفروشن، شما براشون خیلی مهمید. حاضرن خودشونو انقدر برای شما کوچیک کنن که میلیاردر شید. خب خودتون میدونی هیچ وقت به فکر شما نیستن، چون اگه قرار بود این روش عملی بشه خب خودشون میلیاردر میشدن. ما هم اینجا ننشستیم بهتون راز میلیاردر شدن بگیم، ولی چیزی که خیلی زایاست رو میگم اینه که قطعا میتونی با بالا رفتن از دیگران و سوء استفاده ازشون به چیزایی که اکثر میلیونرها رسیدن برسی. فکرشو بکن، میتونی به رویاهات برسی، فقط باید زندگی چند تا آدم ساده رو سیاه کنی. به عنوان مثال
مثال مواد فروش، اصلا اون میتونه جنسای خوبی رو بده و مقایسش با پکیج فروشه یه نوع توهینه. پس از همه مواد فروشه عذرخواهی میکنم و مثال بهتری میزنم. مستقیم اشاره نمیکنم و اشاره نمیشه، ولی میدونی کیو میگم. اونی که برای رسیدن به فتیشای مریض ذهنیش حاضر 80 میلیون رو بدبخت کنه، که اگه یه کمی میخواست به صورت اخلاقی یا هر چیزی که دین کوسشیرش ادعا میکنه خوب باشه، قطعا ما وضعمون این نبود. خب الان انگشت اشاره برمیگرده سمت ما محتوا سازها که مچ من گرفته شد. مگری کمک. امشب من و نجات رستوران قرار داریم و هیچ عکسی از من دست نجات نیست، هیچ عکس خصوصی، و شرکت تو این دیت کاملا تصمیم خودم بوده. تا درود دیگر، بدرود.